بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش میکنه. بینش و پرسش. بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های محترم رادیو ملی افغانستان، به برنامه بینش و پرسش خوش آمدید. مولوی ذبیح الله مجاهد، سخنگو و رئیس هیئت امارت اسلامی، از پایان نشست سوم دوحه خبر داده است. آقای مجاهد گفته در این نشست پیام افغانها به تمام شرکت کنندگان رسیده است. با گفته ی سخنگوی امارت اسلامی، نمایندگان کشورها در این نشست به همکاری در بخش مبارزه با مواد مخدر، رفع تحریم‌های اقتصادی و حمایت از سکتور خصوصی افغانستان با هم گفتگو کردند. در این نشست دو روزه که در دوحه قطر از سوی سازمان ملل برگزار شده بود، در آن نمایندگان شمار زیادی از کشورها اشراک کرده بودند. من ندیم افضلی هستم، میزبان شما در این برنامه. بیشتر روی این موارد بحث میکنم با آقایان محترم محمد نبی افغان و حسیب فقیری، آگاهان مسائل اقتصادی، که ایشان از روی خط تلفن با خود دارم. نخست بحث با محترم محمد نبی افغان آغاز میکنم. جناب افغان صاحب، شما را در نخست خیلی زیاد خوش آمدید میگم. میخوایم بپرسم این که ارزیابی شما از نشست سوم دوحه که دو روز دوام پیدا کرد چی است؟ مننه سلامونه تاسو ته وردون کوته لکه څنګه چې تاسو وویل دوه کې درېمه غونډه ولا وغته د امارت اسلامي خپل حیات للی وو او دغه غونډه کوم چې په کومو موضوعاتو باندې وه هغه ډېر یعنې ډېر ضروري او ډېر مهم ول او په دغه دواړو دوه درې بخشو کې چې هغه کوم خبرې سره شوي دي په هغه باندې امارت یعنی کامیاب مخته روان ده کامیاب مخته تللی یو د مواد مخدر موضوع و دویم د سکتور خصوصي یعنې دوی په څنګه وکولی شي په دې تېرو درېو کلو کې ادارات فعال کړي، معاشات ورکړي، حتی بعضې غټې اولې پروژې شروع کړي. د اقتصاد له نگاه نه او دویم د مخدره موادو په کنټرول کې او د مخدره موادو په کمښت کې او بیا هغه افراد و اشخاص چې په حدود درېنه تر څلور میلیونه پورې مواد مخدر اخته او بېرته د هغو درملنه باندې یعنې دا ډېره غټه او د ستایلو خبره ده، ځکه په تېرو شلو کلو کې چې دومره دنیا و دومره خلک ول او نړیوال ول دوی راغلي ول د دروغو یو مبارزه شروع کړې وه. که شعر وغواړي او افغانان خپله وغواړي او افغانان نړیوال یا نور ملکونه ور پرېږدي د خپل ملک د جوړېدو لپاره دوی کولای شي چې یعنې دا یې وښودله چې موږ اولچا لرو، که موږ له جنګونه پرېښودل شو انشاءالله چې موږ دغه وضعیت ته تغییر ورکوو. نو دغه غونډه هغه کوم موضوعات چې هغه ښکاره شول صحیح د عمارت دوه درې څلور مشکلات شته، هغه باندې د دوی د خبرو نه داسې معلومېږي چې موږ کار ته شروع کړی د هغه باندې باید جدي کار وکړي، چې هغه موضوعات هم داخل کې افغانانو ته هم نړیوالو ته ډېر مهم دي، هغه که تعلیم ده او که نور هغه موضوعات دي چې ملي موضوعات دي. اما که هغه تېر حکومت ته وګورو او دوی ته وګورو یعنې مثبت ورته ویلی شو ډېر، هغه وضعیت چې سره وانګېرل چې مثبت یې ډېر دي له منفي نه، نو موږ بهتره بولو او دا غونډه هم ډېره بهتره وله. هغه وضعیت مې چې معلومېده نړیوال هم غواړي چې تحمل ورسره وکړي، خو تحمل باید دو جانبه وي او بهتری باید راسي، داسې نه چې خالي د خبرو او د داغلو نه وي خو د کاغذ په مخې، نو دا به غوره وي. بله، در این نشست جناب افغان صاحب، با توجه به حرفای شما و قسمی که شما هم معلومات دارین در این عرصه، دو روز نشست شما هم تعقیب کردین، دیده شد که بیشتر کشورها از دستاوردهای امارات اسلامی استقبال کردند و ایره به دیدی قدر دیدن. آیا این نشست میتونه زمینه ساز تعامل بیشتر امارات اسلامی را با دیگه کشورها فراهم بکنه و زمینه ساز تعامل بیشتر شوه؟ داسې نه چې وضعیت ته موږ ګورو په نړۍ کې ډېر غټ تحول راغلی دي، دلته بیا پر قدرتونو جنګونه شروع دي، تر ډېره حده حکومتونه کوشش کوي چې امارت سره اړیکې برقراره وساتي او د دوی کړنو ته په کتو یعنې او د خپلو ضرورتو مطابق ډېر ملکونه آماده دي چې دوی سره
تحمل کی او خطر رسمیت پیژندنه ته مخکي دا که تاسو وګورئ سعودي پرون ویل چې موږ آماده یو چې زر تر زره په کابل کې خپل سفارت خلاص کړو. دا یو ډېر ښه موضوع ښه خبره او دغسې نور هېوادونو هم دا وغوښتل. خبره دا ده چې وضعیت ته په کتو حالاتو ته په کتو دا به ټول راځي. دلته دغه بعضې موضوعاتو بعضې مشکلات چې ټیټو پاس کېږي او اکثره ملکونه دې ته ګوري چې څنګه کولی شي هر سړی خپله داخلي ګټې او خپله پالیسي لري. نو غونډه کامیابه وله، غونډه ښه مخته لاړله او دا غونډه باید چې داسې چې نورې غونډې هم وشي او آهسته آهسته ځکه څو ورځې مخکې دلته سکتورونو موږ نړیوالو ټولنو سره ول بینک هم و هغه کې نړیوال ملل متحد و دغه نور نهادونه هم ول چې تورې خصوصي خبرې ډېرې دا ور سره وکړې چې موږ ته بانکي سیستم باید فعاله کوي او دغه باید د دې دغه نه محرومیت نه یا دغه بندیزونو نه دا باید محروم وشي او داینې دا بندیزونو کې باید دا رانه شي بانکي سکتور خلاص شي او زموږ هغه کومې بندې پیسې چې له دوی سره دي هغه کچېرې خلاصې نه شي موږ لا دا اوس په سیکور حالت کې اوسنی وضعیت روان کړی ده. خو د آینده لپاره د یو ښه اقتصاد لپاره ځکه کچېرې زموږ هغه شتمنۍ را خلاصې نه شي یا بانکي سکتور هم فعاله نه شي موږ نشو کولی چې دنیا سره تجارت وکړو کاروبار وکړو. دا اوس هم موږ ته توکي ډېر ګران پرېوځي موږ او د پیسو ټوټې نشو کولی چې هغه څنګه مو پخوا کولی شو هغسې راکړه ورکړه نشو کولی. موږ باید نړیوالو سره بېرته اړیکې فعالې کړو برقرارې کړو خصوصا چې ټولې خصوصي وو زموږ اقتصاد ته چې دا کومه ضربه رسېدلې ده دې ته باید زر تر زره اقدام وکړو چې څنګه بېرته دوی ته هغه پخوانی حالت فعال کړي. بله بسیار زیاد تشکر جناب افغان صاحب، شما به این اشاره کردین و یکی از موارد مهم نشست دوحه رفع محدودیت‌های بانکی و اقتصادی بر افغانستان بود که کشورها و سازمان ملل به این تعهد کرد که این باید رفع شود. حال از دید شما چگونه رفع تحریم‌های اقتصادی میتونه به بهبود وضعیت اقتصادی در افغانستان کمک کنه؟ آیا رفع تحریم‌های اقتصادی بر تجارت و سرمایه‌گذاری در افغانستان اثرگذار خواهد بود؟ داسې اوس موږ خپله نشو کولی چې تجارت کړو. نړیوال خو بالکل نشي راتللی ځکه ته چې د پیسو انتقالاتو نشې کړلی ته نړیواله کمپنۍ دي هغونه چې خریداري کوې ته توکي راوړلی نشي تا ته هغلته لیوت طرفه ایران د ایران باندې نشي راوړلی د بلې خوا چې پاکستان نه راوړي تا باندې تهدید تحریمونه دي ته نشې کولی چې هغه خپل توکي په ښه توګه د هغې لپاره پیسې ورولېږي. اوس دلته غټې کمپنیانې ضرورت دي چې موږ د پروسس لپاره غټې کمپنۍ راوړو او موږ د هغه لپاره د پیسو لیبل رالیبل نه شو کولی. ته که یو نړیواله کمپنۍ نه توکي اخلي ته به ورته وایې چې دا کوم ملک ته وړې ځکه تا ته به هغه سرویس درکوي تا ته به خدمات درکوي. که ته ورته وایې چې زه افغانستان ته وړم نو هغه بیا د غټو ستونزو او غټو ننګونو سره مخ کېږي. نو دغه موضوعات دي که چېرې دغه تحریمونه ختم شي خصوصا په اقتصادي بخش کې بانکي سکتور کې نو دا کېدلی شي چې موږ یو قدم ور وړاندې شو او دا اوس د ټولنې حقیقت ده. که چېرې دا حقیقت دوی نه ومني د موږ ټولنه متضرره کېږي او د موږ خلک متضرره کېږي ځکه اوس موږ هېڅ نه بدیل شته او نه بهتر شته له دې نه. نو ښه ده ښه خبر دا ده چې دنیا له دې سره تحمل وکړي او حالاتو ته فکر کوو. وضعیت اوس ډېر بهتر روان ده، یعنې اقتصادي وضعیت زموږ بهتر روان ده. هغه نور سیاسي وضعیتونه او هغه څه چې دي په هغه بخشو کې وضعیت ته په کتو دوی باید تحمل وکړي مخکې ورسره راشي. نو اوسنی وضعیت خصوصا د اقتصادي بخش کې فساد نشته، هغه د هغې واټن راکم شوی ده، هغه ناخوالې راکمې شوي دي. صحیح ده کم وتون په هر ملک کې هر کې خو د هغه لپاره باید که چېرې موږ یو ښه اقتصاد ولرو، موږ سیستم ولرو، موږ ادارې ولرو، په ادارو کې سیستمونه ولرو، اوسني عصر نه استفاده وکړو ځکه دغه اوس هم یا پخوا هم چې کوم فساد و دنیا ډېره مخته تللې ده، موږ ډېر شاته پاتې دي. موږ ټولنه بعضې افراد و اشخاص بېخي یو څه دوی شاته پاتې دي او بعضې خلک له اوسني عصر سره اوسنۍ ټکنالوژۍ سره عیار شوي دي. نو دغه دواړه سره برابرول یا وضعیت سره برابرول دا یو څه تعلیم ته ضرورت لري، یو څه آګاهي ته ضرورت لري، یو څه کار ته ضرورت لري. نو د کار لپاره باید څه یو ښه
خو اقتصاد لري تو ادارات لپاره باید یو سیستم لري. بسیار زیاد تشکر جناب افغان صاحب. شنونده های محترم، پس از میان برنامه کوتاه بحث خود ادامه میدیم. اگر نمازگزار میدانست تا چه حد مشمول رحمت الهی است، هرگز سر خود را از سجده بر نمی داشت. راننده های محترم، در هنگام رانندگی استفاده از موبایل خلاف قانون و ترافیکی می باشد، لطفاً توجه داشته باشید. هموطنان عزیز، نظافت جز ایمان است. بیایید در نظافت خانه، محل کار و شهر خود توجه کنیم تا به امراض گوناگون مبتلا نشویم. این پیام از طرف رادیو صدای شریعت برای شما تقدیم شد. دوست داشتنی ترین کارها نزد خداوند جل جلاله نماز اول وقت، سپس نیکی به پدر و مادر و سپس جهاد در راه الله جل جلاله است. اطفال سرمایه کشور ماست، بیایید به نظر آنها احترام و به آنها توجه داشته باشیم و به تربیت آنها بکوشیم و از رفتاری که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با آنها داشته باشیم تا در آینده بار دوش نشوند و خدمت به کشور خود نمایند. این پیام از طرف رادیو صدای شریعت برای شما تقدیم کردید. سلور دیرش 34 سلور دیرش سلور دیرش پروانه برنامه 34 گفتگو با شنونده ها و مقامات در 34 ولایت افغانستان. در اوریدونکو و مسئولین سره خبری اتری در برنامه 34 سلور دیرش پروانه و سلور دیرش پروانه کی بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث‌ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش می‌کند. بینش و پرسش. دوباره برگشتیم به ادامه برنامه خود. در این قسمتی از برنامه بحث خود ادامه میتون با محترم حسیب فقیری، آگاه مسائل اقتصادی که شانه از روی خط تلفن با خود دارم. جناب فقیری صاحب، نخستین پرسش این که میخوایم از شما بپرسم که نشست دوها چی پیامدی میتونه برای افغانستان داشته باشه؟ تشکر، سلام تقدیم میکنم در شما و شنوندای عزیز. بدون شک چنین نشست های تاثیر خاص خود داره. البته شما بهتر می دانید افغانستان در یک حالت بحرانی قرار داره از نظر جو استراتژیک و سیاسی که این بحران در خود جامعه بین الملل ایجاد کرده و خلق کرده. به لحاظ سیاسی و به لحاظ استراتژیک شما بهتر می دانید که مسائل اقتصادی یکی از مسائل خیلی مبهم و در این زمان خیلی مهم برای یک منطقه و جغرافیا میتونه قلمداد شود و چنین نشست هایی میتونه یک نوید خوب باشه برای که ما حداقل بتونیم از بنبست هایی که بالای ما به عنوان تحریم وضع شده از اینا بیرون بیم و ما بتونیم برای یک خودکفایی اقتصادی، خودکفایی سیاسی، خودکفایی که عمدتاً مسائل مختلف مربوط به توسعه و سلامت اجتماعی در مطمئن نظر باشه و متضمن باشه در بر داشته باشیم و پیش بریم. بله جناب فقیری صاحب، با توجه به حرفای شما و در مقدمه ما هم اشاره به داشتم، بنبست های اصلی در بخش اقتصادی افغانستان کدام ها هستند؟ اقتصادی را اگر ما بیاییم از نظر سلسله‌ای بستیم شاید صدها مثلا بیشتر بتانه
شرکت های که اساسا در محور مفهوم بنبست خلاص میشه مطرح شود. ولیکن عمدترین از اون میتونه در 4 یا 5 مسئله خلاصه باید که یکی از مهمترین آنا اینمی بنبست های اینمی است که زمانی که به عنوان یک دولت مشروع وارد عمل نشین در کشورهای منطقه وجه وجود مثلا میتونه به نحوی بالای اقتصاد کشور سایه بیندازه. شما امروز بهتر میفهمی که او پولی که مربوط به افغانستان و مردم افغانستان میشه امروز جامعه جهانی رو برساخته، این خودش یک معضله بسیار کلان است بالای ما. بعد دومی بعض زیربناها هستن امروز خوشبختانه امارات اسلامی با تلاش و تکابویه که داره حداقل بدون که کمک های جهانی به شکل سریع و وقتش بالای کشور باشه، این خودش شانمو شامت با صداقت نشان میده که مردم افغانستان با توجه به اینکه در دوره جمهوریت و صدها میلیون دلار به کشور سرازیر میشه، اما چنانی که انتظار میدن برای توسعه و تا پیشرفت و تعالیم و بچهشم نمیخواد به این حد. ولی این روز ما با ایچ ما حداقل به طرف تغییر به طرف توسعه به طرف پیشرفت تلاش میکنیم. میمی که امارات اسلامی در نشست ها تلاش میکنه و قواعدی که دنیا بر ما وضع میکنن و پیشنهاداتی که میکنن، ما حداقل برای از اینکه بتونیم حداقل بحث ها و مشکلاتی که وجود داره حرکت بکنیم خودش میتونه یک اقدام خیلی خوب باشه. و در کل مهمترین بنبست، مهمترین چالش اما مشکل است که دنیا بالای ما وضع کرده که عبارت از بند شدن افغانستان در جامعه جهانی. بله جناب فقیری صاحب، در حاشیه نشست سوم دوحه ذبیح الله مجاهد نماینده امارات اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده و به دوحه که رفته با نمایندگان کشورهای مختلف منطقه و فرامنطقه دیدارهای داشته، شما نقش کشورهای منطقه را در رفع تحریم ها چگونه میبینین؟ خب بدون شک وجود کشورهای منطقه در کنار امارات اسلامی خودش میتونه یک نوید خیلی خوب باشه، در این که دنیا متوجه شود که ما اگر مثال بزنیم زمانی که از یک منطقه به منطقه دیگه یک نفر مثلا کوچ میکنه یا مثلا تغییر جهت میده، هجرت میکنه، چیزی که خیلی تظاهر است و اون کسی که تازه به این منطقه وارد میشه امید که همسایه های یک کسی که همسایه از او شده چه قسم یک رابطه با او دارد. در صورتی که رابط خوب داشتن قطعا او هم میتونه به نحوه یک سازگاری و رابطه و ضابطه برقرار بکنه و بتونه به عنوان یک همسایه خوب را قبول برش باشه و قبول بکنه. اما اگر کشمکش و کشیدگی بین همسایه باشه قطعا این خودش میتونه به نحوه چالش‌زا باشه. به این خاطر چانه‌زنی، بحث کردن و تبادل نظر با کشورهای منطقه خودش خیلی میتونه مهم باشه. متاسفانه کشورهایی که در دور افغانستان قرار دارن به عنوان همسایگان افغانستان در طول نه تنها از این شرایطی که ما به نام نظام امارات اسلامی در افغانستان داریم، بلکه در طول سالیان متمادی برای کشور ما به نحوی از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی و از نظر فرهنگی مداخلات خود داشتین و مداخلات خود دارن و اونا قطعا منافع خود هستن. بله. ما از کجا منافع ماست و اساس منافع میان بحث میکنن و وارد عمل میشن. ای کاش صداقت استراتژیک میان کشورهایی که در حال حاضر با امارات اسلامی چون زندگی میکنن و میخوان وارد تام داشته باشن، 60% برنامه ها و بحث از او اکثرا بر پایه منافع شخصی و کشوریشان است. بله. جناب فقیری صاحب، در کنار از این کشورها گفتین که از بخش سکتور خصوصی حمایت میکنن، شما چی فکر میکنین؟ چی فرصت های برای سرمایه گذاری مشترک بین افغانستان و کشورهای منطقه وجود دارن که جلب سرمایه گذاری شد در افغانستان؟ خب بحث کاسا خودش یکی از مسئله خیلی مهم است. اگر قرار باشه که ما بیشتر سرمایه گذاری بکنیم، مثلا ما اگر نظر تاریخی بیم بحث مطالعه بکنیم، بدون شک رای ابریشم، رای ترانزیت و عبور و مرور کالاها و در این زمان ترانزیت شدنش وارد خاک افغانستان خودش میتونه بر پیکر اقتصاد کشور از دید مثبت اگر ما ببینیم خودکفایی اقتصادی رو میتونه ایجاد بکنه. و بحث دیگه ما اگر در بنادر مثال بتیم، امروز در دوره جمهوریت یک تیرار بنادر به شکلی که مثلا انتظار میرفت و
تعارضات و مناسبات صورت میگیرد. خالی به شکل درستش به پیش نمیاد. امروز حداقل اگر ما بتونیم این مشکلات و این چالش‌هایی که وجود دارد در سطح منطقه و فرا منطقه و کشورهای منطقه مداخله میکنند، این معضل را حل بسازند، بدون شک خود امنیت در داخل افغانستان از یک طرف و ترانزیت و بالاخره تعامل با کشورها از دیگر طرف و امنیت شغلی که یکی بحث خیلی مهم از کشورهای منطقه و جهان بله. در دوره جمهوریت دیده یکی از چالش‌ها بسیار کلان میپنداشتند، به دلیل از اینکه اگر قرار می بود مثلا می آمدن سرمایه گذاری میکنن ممکن امو ریسک بیشتری نسبت به عالی را متقبل می شدن. به علاوه از اینکه افغانستان یکی از کشورهای ناامن بود و حالت جنگی را بخواد داشتیم، روز ما از جنگ و از حالت جنگی بیرون هستیم و سرمایه گذاری ها آیست آیست ها میتونن ما را به طرف خود کفایی بکشن. بله جناب فقیری صاحب، شما بیشتر ویره توضیحات دادین در مورد بخش سکتور خصوصی. در این قسمت سیاست و اقداماتی که برای حمایت و توسعه این سکتور در نظر گرفته شود و ضروری است نگاه شما پنداشته میشه تا حکومت افغانستان به او توجه کنه، کدام فاکتور هست؟ بدون شک یکی از مسائل مهم در سکتور خصوصی است که اونا در ابتدای ترین برنامه و هدفشان توجهشون بیشتر از اینکه بالای کشورهای منطقه و جهان داشته باشن تعامل مردم نو رابطه با مردم و اخذ نظریات مردم جلب افکار آمره در رأس هرم و کار و برنامه خود داشته باشن، این میتونه خیلی کمک کنه برای اینکه ما بتانیم هدف از سکتور خصوصی خود تقویت بکنیم. بعدش باز جامعی بهم در کشورهای منطقه زمانی که تعامل بیشتر دولت را با مردم و مردم با دولت را ببینه، این خودش رفته رفته زمینه تعامل کشورهای منطقه را ایجاد میکنه. کشورهای منطقه زمانی که دیدن بالاخره دولت افغانستان امارات اسلامی البته با مردم بخش سکتورهای خصوصی خیلی کار میکنه و زمینه های کاری را و شرکت های خصوصی و دولتی مساعد میسازه، قطعا اونا باز وارد تعامل میشن و میان یک سری از پروژه ها را خودشان روی دست میگیرن و با مردم امارات اسلامی و پیش میرن تا بتونن هم به هدف خود برسن هم کشور بتونن معضلت بازی بیرون چه. بله بسیار خوب. و بحث دیگر و بحث مهمی که در نشست دوحه مطرح شد، مبارزه با مواد مخدر و کشورهای عضو این نشست مبارزه با مواد مخدر از سوی امارات اسلامی ستایش کردند و از این قدردانی کردند. حال تاثیرات بد اقتصادی و قاچاق مواد مخدر چی میتونه باشه و در این عرصه کدام راهکارها و چی کمک جامعه بین الملل و کشورهای همسایه میتونه با افغانستان داشته باشه؟ در اینجا دو مسئله که خیلی مهم است، به قدم اول جلوگیری از کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر خودش میتونه روحیه حیثیتی امارات اسلامی افغانستان در بین کشورهای منطقه و جهان بالا ببره و از طرف دیگه اگر ما قرار باشد در مسائل مربوط به تولید قاچاق و کشت مواد مخدر مسئول باشیم، قطعا هیچ کشوری نمیخواهد وارد تعامل شاه بعد از اینکه از نظر حیثیتی به عنوان یک چالش به عنوان یک موزل در سطح استراتژیک میتونه مطرح شود. ولی وقتی که ما میگیم روی بحث اقتصادی و تعاملات مربوط به پیشرفت و توسعه و فناوری روی دست گرفته شود، قطعا وجود یک سری مسائلی که عمدتا به عنوان مهمترین مسائل و فاکت های خیلی ارزشمند میتونه اشاره شود، این است که ما بدیل بر اونمو چیزهایی که معضل هستن، به عنوان مثال بدیل کشت مواد مخدر چی هسته؟ زعفران و هنگ هست. بله. و در کنار از این کشورهایی که مثلا علاقه سرمایه گذاری دارن قطعا میان و وارد عمل میشن سرمایه گذاری میکنن. اگر قرار باشه ما بدیل از این در نظر نداشته باشیم و خود از این به شکل درستش مدیریت نشه، قطعا تعامل به شکلی که ما توقع داریم پیش نمیره. و بس دیگه بس ای است که افغانستان یک سرزمین پهناور است از نظر زراعتی. اگر ما کار بکنیم مثلا نمیالی دریای هلمند اگر مثال بکنیم، دریای آمور مثال بودیم، دریای ارغنداب مثال بودیم و شمول از دریای کنر که مثلا
به طرف پاکستان میره بیان که ما استفاده از زمین از اون داشته باشیم. این کلش برمان ازش هایی هستیم که در داخل افغانستان جدا از این بحث معادن ده اگر ما مطرح بسازیم بدون شک چالش بسیار کلان در منطقه و خصوص در کشورهای فرامنطقه ای است که اونا در صدد از این که چه قسم از معادن افغانستان به منافع خود استفاده دارد. بله. تا این که مردم افغانستان خود به خود کفایی برسن و معادن را مدیریت بکنن. بله، در کنار از این که جلب سرمایه گذاری میشه و کشورها تلاش میکنن من همکاری بکنن با امارت اسلامی، حالا اینجا وظیفه امارت اسلامی چی است؟ چی باید برای تقویت اقتصاد کشور انجام بده؟ چگونه میتونه از منابع طبیعی که بیشتر شما اشاره کردین استفاده کنه تا توسعه اقتصادی پایدار پدیدار شود و ما به توسعه اقتصادی پایدار دست پیدا بکنیم؟ بدون شک قدم اول توجه به مردم، استفاده از منابع بشری که در داخل افغانستان وجود داره، هم میتونه از یک طرف بیکاری را از بین ببره و مردم در کار وارد عمل میشن و کار میکنن خدمت میکنن، هم از طرف دیگه ما مثلا چالش در قبال بیکاری و نگرانی نسبت به بیکاری نمیداشته باشیم، از طرف دیگه مثلا این میتونه چرخه پول را به شکل سریع در چرخش بیاره، بانک ها مثلا دیگه بیکار نمیمانند به یک منتظر ازی باشند چی وقت ما پوره میشم باز ما شاد کارمندان خود را بتیم و بالاخره یک چرخش تقریبا یک هفته ای و دوباره پس در حالت ساکن قرار گرفتم. این مسائل ها از بین میره، از یک طرف ما میتونیم حداقل بانمو مشکلاتی که به عنوان بیکاری، به عنوان فقر، به عنوان نابرابری های اقتصادی داخل کشور وجود داره را رفع بسازیم و از طرف دیگه مردم افغانستان یک مردم پرشور پرهیجان هستن و با انگیزه وطن دوستی که دارن بدون شک برشان معادلشان ارزش دارم. هر اقل دوی از این مسائل از دید اکادمی نگاه شود و مردم تشویق شود، نه به دید مثلا غیر اکادمی که متاسفانه سالها با کار کردیم ولی بله. نتیجه چنانی که انتظار می رفتن نداشتیم. بله جناب فقیری صاحب، به عنوان آخرین پرسش اگر صحبت های خود در این پرسش بیایم جنبندی بکنیم، می که برایند همچون نشست ها که نماینده امارت اسلامی در آن اشتراک می کنه و دستاوردهای امارت اسلامی را با جهان شریک می سازد، در بود اقتصادی چی خواهد بود برای افغانستان؟ خب در کوتاه مدت آدم پیش بینی کرده نمیتونه، ولی در دراز مدت میتونه خیلی موثر تمام شود. از یک طرف کشورها مثلا وارد عمل میشن، دفتر دفتر تعاملات صورت میگیره و تعاملات منجر به این میشه که ما یک حکومتی که از طرف دنیا به رسمیت شناخته شود شاید از اون خواهد بودیم. و این نشست ها خیلی در خصوص رسمیت شناسی نقش خاص خود میتونه داشته. بله بسیار زیاد تشکر از شما محترم حسیب فقیری، آگاه مسائل اقتصادی، از این که فرصتتان را در اختیار ما گذاشتین. تشکر از شما، بخیر باشید. و تشکر از شما شنونده های عزیز که تا لحظات برنامه بینش و پرسش را شنیدید. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.